من یه گزارش و تحلیل و اضافه اطلاعات درباره سفر آقای ظریف به روسیه دارم که در بخش دوم برنامه بهش خواهم پرداخت. یه نکته رو فقط در مورد دیدار آقای الکاظمی از تهران بگم. آقای الکاظمی از حرفای خامنه‌ای بسیار آزرده شد. یکی از دوستان من که روزنامه نگار در عراق و با آقای کاظمی بسیار نزدیک، همون اشاره که من کردم اینجا، گفتم روحانی چیزای دیگه گفت و آقای خامنه‌ای حرفای دیگه، گفت به باور کاظمی رفتاری که آقای خامنه‌ای با او داشته توهین‌آمیز بود و حرفایی که او زده. این که از امریکا میخواد انتقام بگیره، چرا به من میگه که با امریکا متحدم و دارم میرم امریکا. این حرف داره من اولتیماتوم میده و من اینو حاضر نیستم بپذیرم. آب سردی بود که بر سر من ریخته شد و من باورم نمیشد. حالا نکته جالبی که خدمتتون عرض بکنم، آقای الکاظمی دیداری هم با محمد باقر قالیباف و با علی شمخانی داره. علی شمخانی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی، چون زبان عربی هم بلده، پرونده های کشور عربی عملا به دستش افتاد. او در مذاکراتش با کاظمی خیلی دوستانه صحبت کرد و تلاشش بر این بود که دل او رو به دست بیاره. در واقع آقای کاظمی در شرایطی است که گفتم آزرده بود و آقای شمخانی همش می‌خواست به او اطمینان خاطر بده و تأکید میکرد به این که جمهوری اسلامی از او حمایت خواهد. نخست وزیرای قبلی از نوری المالکی، جعفری، بعد آقای عادل عبدالمهدی، خود کمتر، اینا همه رو به قبله چاره آذربایجان نماز می‌خوندن و این یکی آقای مصطفی الکاظمی که رئیس تشکیلات امنیتی عراق بوده، این به ایران احترام میذاره، محبت داره، ولی نوکر رژیم نیست. تمام تلاش اینا هم برای اینکه این یکی رو هم ناکام بکنن به جایی نرسید. آقای علی علاوی رو که در واقع ناکام کردن، گفتن خامنه‌ای گفته اسم علاوی رو جلو من نیاره، گفتن آقا این پسر عموی عیاده، گفته فرق نمیکنه. دکتر عیاد علاوی بسم الله برای جنا، اینقدر ازش وحشت دارن، چون بختیار عراقه، میدونن به عراق بیاد او بختیار عراق. گفتم که راجب سفر آقای دکتر محمد جواد ظریف، مردی که خیال میکرد میتونه نام و عهد و یاد بزرگ مرد زنده یاد پیر احمد آبادی رو بدزده، گور خوند. ایشون رفت روسیه. چرا رفت؟ الان چه مسائلی با لاوروف و با پوتین داشت براتون میگم. در درجه اول همه میگن خب معلومه آمریکا داره لایحه میبره به، یا داره یه طرحی رو میبره به شورای امنیت برای تمدید زمان تحریم فروش اسلحه به جمهوری ولایت فقیه، و خب میره اونجا گفتگو بکنه که روسا وتو بکنن. بعضی های دیگه میگن نه، داره میره اونجا جمهوری اسلامی آلوده لیبی شده با رجب طیب، دستشون توی کاسه خونه و اونجا هم جمهوری ولایت فقیه آموزش میفرسته، کارشناس میفرسته، اینا که تو سوریه یه دستشون میفرسته، از عراقی ها، از پاکستانی ها، افغان ها، اینا رو در اختیار ترک ها میگذاره. البته ترک ها تروریست دارن، منزیکال جبهه نصرت رو دارن، بقایای داعش ورشکسته رو دارن، اینا رو میبرن لیبی به زندگی مردم اونجا رو به آشوب بکشن. لیبی نفت داره، تو دریای مدیترانه رجب طیب داره عربده کشی میکنه، میخواد سلطان سلیم بشه. چقدر این مرد آدم نادانیست، چه اعتباری داشت. من یه بار
برای جنادریه تو عربستان بودم. دار و ضیافه که اون در واقع بیت و ضیافه یا دار و ضیافه یک ساختمان اصلا بی نظیر با شکوه که مهمانان در اون اونجا هستن. مهمانان جنادریه چند تنیشون اونجا بودن. من بودم، اتفاقا دکتر مهاجرانی هم بود در همون دار و ضیافه. استاد بزرگوارم علی امین روحانی شیعه لبنانی ضد ولایت‌فقیه، ایشون هم تشریف داشتن. مفتی لبنان بود، مفتی ترابلس بود، خیلی و شخصیت‌های برجسته لبنانی بودن که آقای فارس بود و تنی چند از گروه المستقبل بودن، خود آقای سعد حدیری هم که اونجا خونه داره بود. به هر حال هیئتی از ترکیه اومده بود با آقای اردوغان، اینا رو هم در اون قسمت اسکان داده بودن. صبح این هیئت میرفتن با پادشاه دیدار کنن، وقت ملک عبدالله بود و من نگاه کردم 60-70 نفرن. توی اینا یکیشون رو که خبرنگار زمان در لندن بود، روزنامه زمان، میشناختم. سلام کردم و روبوسی و احوالپرسی و بعد منو معرفی کرد به یه آقایی که گفت ایشون مشاور مطبوعاتی اردوغان. یه پسری بود تحصیل کرده در هاروارد، زبان انگلیسی و فرانسه خوب میدونست، عربی رو آشنا بود. غیر از اون 3 نفر دیپلماتی که عرب زبان بودن، ترک‌ها یه بخش عرب دارن در اسکندرون و اینا هم همراهش بودن. چه تیم کاملی. و پسر دوستمون از زمان به من گفت که تیم کامل اومده و چه استقبالی سعودی ها کردن و ما قراردادهای بزرگی بست و امروز هم قرار بریم دنبالش بریم. همین آقای رجب طیب اردوغان برای طمعش، برای اینکه بره دست امیر قطر رو لیس بزنه، چه جور اعتبار خودش رو در منطقه به هم زد. اون رفتارش با مصر بود، مصر دولت عظماست، مصر با ترکیه خیلی فرق داره. تو میخوای بری مصر چون فقیره بری پول بریزی به دست اخوان المسلمین با قطر مصر رو با آشوب بکشی؟ نه، مصر یا غیرت داره. به هر روی توی این گیروداری که تو منطقه داره میشه، آقای رجب طیب اینا رو هم آلوده لیبی کرد، در حالی که اینا تو لیبی نرفته بودن، آلوده نشدن. اون اولش رفتن یه مدت، بعد کشیدن خودشونو بیرون. از سوی دیگر روس‌ها در لیبی طرفدار جنرال هفتر، یعنی روسیه در لیبی سیاستش با مصر، با امارات و عربستان سعودی یک، حمایت از هفتر. بنابراین در اونجا جمهوری اسلامی نمیتونه رو روسیه حساب بکنه. میایم سر یمن. روس‌ها سر یمن شعرت معاویه رو نگاش، همیشه میگن شعرت معاویه، یعنی اون مویی که معاویه چون خیلی خردمند بود و حکیم بود رابطه رو قطع نمی‌کرد، دیگه بنده باری که نگم. روس‌ها در یمن یکی از معدود کشورهایی که سفارتشون هنوز در صنعا هست، گاهی هم پروازکی دارن که بعضی وقتا آدمای حوثی‌ها رو میارن بیرون اگه زخمی باشن میرسن. سفیرشون هم در تهران با اینکه نماینده عبدالملکه چند باری ملاقات کرد. پس مسئله یمن هم برای جمهوری ولایت فقیه مسئله مهمی است، ضمن که روسا خیلی فشار آوردن آقا باید یمن حل کنی. دوتا مسئله سوم که بسیار مسئله مهمیه اینه که تعهدات روسیه در مورد دومین نیروگاه اتمی برای ایران ساختن به کجا منجر خواهد شد، چون روسا متوقفش کرد. روسا با داشتن نزدیک 1000 کارشناس در گستره وسیع در جاهای مختلف عملا سلطه‌شون رو بر ایران برقرار کرد. شاهرخی رو دارن در همدان غرب کشور، در بندر عباس اجازه پهلو گرفتن ناو دارن، پیاده کردن، سوار کردن، مانور دادن دارن، در دریای مازندران اختیار کامل دارن برای رفت و آمد و نزدیک 30% دریا هم در اختیارشون.
خیلی دردناک. یک رژیم نادان، رژیمی که همین آقای ظریف خیانتکار وزیر خارجه، به خدا قبر میرزا سعید خان رو باید طلا گرفت. وزیر خارجه ناصرالدین شو طلا باید. تو کتاب خاطرات اردشیر خان زاهدی میخوندم یه وقتی امان الله خان پادشاه افغانستان میاد ایران، مشیر و دوله پیر میام، عموی مادر اردشیر خان، ایشون نواده معتمر الملک، یه کاخی داشته در تهران، او رو میاراید که پادشاه افغانستان در اونجا اقامت کنه. با بانوش رو وقتی حجاب بوده و خیلی باعث تعجب رضا شاه هم میشه. حالا بعد بچه سقایی اومد مثل طالبان قیام کرد و امان الله خان اونجوری شد، سرنوشت شد، تا بعد نادر خان از دهلی آمد و کشور آزاد. به هر روی میگفت در اونجا میخوندم که مشیر و دوله اشاره میکرد که این آبروی وطن ماست. برای رژیم جمهوری جهل و جور و فساد آبرو معنا نداره، چون کشور رو بهش معتقد نیستن، اینا معتقد به امتن، بنابراین کشور ایران براشون اعتباری نداره، این مرزها براشون زیبایی نداره. فکر نمی کنن که چه جوری 150 سال با هر بدبختی بوده این مرزها رو نگه داشته. شعورشون که نمی رسه، درک که ندارن. آقای ظریف، این رو براتون بگم که اون آخرهایی که خمینی جوادی عامری رو فرستاد پیش گورباچوف و اون نامه مسخره رو داد و غیره، بعد از اون آقای هاشمی رفسنجانی پاشور رفت مسکو. اولین سفر خارجیش بود در مقام رئیس جمهوری. هنوزم تغییر و تحول کامل صورت نگرفت. در اونجا ایشون یه قرارداد 5 ساله با روسا هنوز اتحاد شوروی منعقد برای 15 میلیارد دلار اسلحه، تجهیزات نظامی و اسپیر پارت. حالا چرا به اسپیر پارت احتیاج داشتن؟ لوازم یدکی. برای اینکه 140-50 تیاره عراقی که اومده بود غیر از اون 24 میراژ، بقیه همه روسی بود، از باربری و ایلیوشینا گرفته تا سوخوی ها تا میکا، اینا همه روسی بود و بعضی فرسوده شدن، بعضی تو فرودگاه افتادن، آسیب دیده بودن، باید اینا بازسازی میشدن، نوسازی. به خصوص که رژیم در اون وقت میدونست که غربیان بهش هواپیمای مدرن نمیفروشن، پس این قرارداد بسته شد. 5 سال بعد که قرارداد پایان گرفت دیگه اتحاد شوروی نبود، روسیه. مطابق مثل این که هر دولتی که التزامات بین‌المللی داشته باشه از دولت قبلی خودش سلفش میگیره، خب اینا هم متعجب. مثلا شما میدونید در قراردادهایی که ما با روسیه تزاری داشتیم، وقتی لنین آمد این قراردادها رو لنین یک طرفه لغو کرد، ولی ما ملتزم بودیم به روسیه هنو قرامت. رژیم چنج میشه، قراردادها میمونه. به هر حال یه قرارداد بی مدت دوباره بسته شد که آقای ولایتی مقدمات رو فراهم کردن. بعدم در دیداری که بین رؤسای جمهور دو کشور انجام گرفت، قرارداد امضا شد و روس‌ها 5 سال یا 6 سال دیگه هم به ایران اسپرپور قطعات یکی و غیر دادن. بعد ماجرای بوشهر پیشون، وقتی اونجا پیش اومد دیگه قراردادها پیچ و خم بسیار گرفت. یه قرارداد تأمین انرژی بود مال بوشهر، فکر دومی دارخوون رو چیکار کنن، مطالعات روی اون، و همینجوری با روس‌ها پیش رفتن و پیش رفتن و قرارداداشون قامستر و وسیع‌تر شد. روس‌ها
دستگاه اطلاعاتی رژیم جهل و جور و فساد رو از اواسط وزارت مردی برای تمام فصول جنایت علی فلاحیان در دست داشت. بسیاری از این کارشناسان وزارت اطلاعات، مدیران وزارت اطلاعات در آموزشگاه KGB مسکو آموزش دید. یه عدهشون هم اومدن ایران آموزش دادن. انواع خودنویس های کشنده، انواع سمومی که یه قطرش کافی بود آدمو به سرطان دچار کنه یا دچار آبله بشه مثل رئیس جمهور جورجی، و انواع مختلف چیزایی که بلد بود. سراغ ما هم رژیم فرستاد. بله چه می به هر روی آقای پوتین که اومد، سیدعلی آقا دیگه در بس عاشقانه رو به قبله مسکو و لنینگراد نماز میکنه. و خیلی جالبه برای من، وقتی پوتین اومد به ایران و اون قرآن قلابی رو برای خامنه‌ای آورد، حرفایی که محمدی گلپایگانی زد، ولایتی زد، بقیه آقا این قرآن تک بود. مقام معظم رهبری ببینید کجاست که پوتین رو برای جونو. حالا در اون لحظه که پوتین رو میداد، اون لبخند پوتین خیلی بامزه بود. بعدم ادعای که در چشم پوتین مقام معظم رهبری نبرت ایسا، برق ایسا رو دید. برق ایسا قرار داد خواد پشتم تمدید شد. مجموعاً این قراردادها رو کردن در چفت و بست دادن بهش قرارداد 20 ساله. حالا آقای ظریف رفتن که یک قرارداد 20 ساله دیگه ببند، چون قرارداد دیگه کهنه شد. خب تاپ اون قراردادم منظومه دفاع هوایی S-300 بود. اینا تور M1 رو از روسا گرفتن، S-200 رو گرفتن، بعدم S-300 که روسا 7 سال طول داد. قرارداد جدید اینا S-400 میگیرن که روسا به سوریه برد. هواپیمای سوخوی دارن میگیرن مدرنش. روسا میکی 31 رو نمیدن چون اسرائیل به شدت باش مخالف. هواپیمای دو منظوره رو میدن که قسمت هجومیش اونجور قدرتمند نیست، دفاعی بمب افکنه، ولی بمب افکنی که نمیتونه مساحت ایران تا اسرائیل رو یک سره بره. سوختگیریش هم تو هوا بسیار سخت. به محض اینکه هواپیما بخواد تو سوریه بشینه سوخت بگیره بلند شه، اسرائیل زدن. ولی میکسیو یک قدرت مانور بسیاری داره، سوخته در آسمان هم بهش میشه تا مثل هواپیما F-14 و F-4 و روسا نمیدن. چیز دیگه که جمهوری اسلامی خیلی روش اصرار داره در واقع تانک هاست. ما T-72 داریم، T-80 میخواییم، تایپ 80 چینی رو هم داریم، ولی T-80 روسیه یه تانک چند منظوره بسیار مهمه. اینه که این قرارداد بیش از هر چیز روی مسائل نظامی تکیه میزنه، و اینکه 20 میلیارد برای این قرارداد به روسیه خواهند داد. ایران سربلند، البته اگه باشن ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده، تا دیدار بعد همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.